سری قبل توی ویدیو درباره مهاجرت قاچاقی از ترکیه به کشورهای اروپایی صحبت کردیم که به سمت آلمان بوده، حالا کشور دیگه. توی این ویدیو هم می‌خوایم در مورد این موضوع صحبت بکنیم و تجربه دو تا از دوستانم که به صورت قاچاقی، یکی موفق یکی ناموفق، به اروپا رسیدن رو می‌خوام بهتون تعریف بکنم. پس تا آخر ویدیو همراه من باشید. دوستای گلم سلام، به یه ویدیو دیگه از ریویل شو خوش اومدید. البته به کانال خودتون خوش اومدید که اطلاعاتی درباره ترکیه بهتون قراره بدم و مهاجرت هایی که دوستان دارن انجام میدن، تجربیاتی که دارم کسب میکنیم و چیزایی که روزمره باش درگیرم و ارتباطی به مهاجرت و اینا داره در خدمت شما عزیزان قرار میدم. توی ویدیو قبل در مورد اینکه مهاجرت قاچاقی سعی کنید انجام ندید و یه سری داستان ها داره، ریسک هایی داره که ممکنه درگیر اونا بشید و اذیت بشید صحبت کردیم و گفتم که چه اتفاقاتی واسه اون دوستان افتاد، دقیقا چه پولی از دست دادن و این تجربه در اختیار شما گذاشتم. حالا توی این ویدیو قصدم اینه که بذارید اینجا بشینم و توضیح بدم بهتون. قصدم اینه که بهتون تجربه دو تا از دوستان دیگه هم بگم که یکی به صورت موفق به آلمان رسید، یکی تا یونان اومد بره از راه دریایی ولی نتونست و وسطای راه پلیس ترکیه اونو گرفت و دیپورت کرد به ایران. حالا اینجا خیلی گرم ادامه بدیم، فکر کنم تو حرکت صحبت بکنم خیلی بهتره، تو صحبت حرکت کنم. چه سوتی. سعی کنم دیگه این بعد ویدیوامو میخوام یه خورده ساده تر انجام بدم، چون خودم کارم فیلمبرداری تدوینه و تخصص و مهارتی ندارم. ای کمالگرام، میخوام بهترین ویدیو رو واسهتون بگیرم و ضبط کنم. اطلاعات هی عقب میفته، الان یه عالمه ویدیو هستش که فرصتش پیش نیومده که واسهتون ضبط کنم. سر همین دیگه واقعا دنبال این که خفن ادیت بزنم، خفن فیلم برداری کنم، لوکیشن عالی باشه، نه دیگه اینا رو گذاشتم کنار و مداوم میخوام تولید محتوا کنم. یه چند وقتی هم نبودم، میخوام اون خلا و قشنگ جبران بکنم واسهتون و کلی ویدیوهای باحال دارم واسهتون که چیزایی که حالا من شنیدم و گفتن و خودم یه مقداریشو تحقیق کردم، دستم اومده درباره اونجوری چیز هست. حالا بریم سر اصل مطلب. اول اون دوست موفق اونو بگم. این دوستمون از طریق زمینی وارد یونان شد و اون تایمی که میخواست بره، حالا شانس آورد، اکیپی نبودن، رهبر نداشتن، راهنما نداشتن و خودشون از طریق، به قول خودشون میگن، خیشنداز یه سری لوکیشن ها دارن، اون لوکیشن ها میرن و تو راه چندین بار این بنده خدا رو گرفتن. کاری نداشتن انگار باهاشون، فقط وسایلشون رو میگشتن، انگوش نگاری میکردن میرفتن. حالا توی این مسیر انگوش نگاری خیلی انگار مهمه، اگه انگوش اثر انگوشتون بگیرن ثبت بکنن انگار مسئله ای واسهتون پیش میاد. از طریقی رفته بودن که حالا جزء اتحادیه اروپا نبودن، اون کشورها نزدیک اتحادیه بودن و اثر انگوش واسهشون اصلا مهم نبود. این دوستمون به مدت 2 هفته زمینی پیاده راه رفته، تو جنگل کمپ کرده و تونسته به اونجا برسه. حالا رسیده اونجا کیسش ارائه داده که مثلا کیس من چیه و حالا اطلاعات دقیق در مورد کیسش اینا ندارم، چون انقدر درگیر کلاس‌های زبان و قوانین اونجاست که فرصت زیاد نداریم با هم دیگه صحبت بکنیم که این اطلاعات جامع‌تر در اختیارتون بذارم. ولی خب با هزینه کردن حدوداً فکر کنم 5000 دلار یا 8000 دلار، بین 5 تا 8000 دلار دقیقا یادم نیست، چند وقت پیشه، چند ماه پیشه، من یادم نیست دقیقا، تونست برسه به آلمان و الان در زبان آلمانی یاد میگیره. یه سری آپشن ها در اختیارشون گذاشتن، کمپشون میگن اوکیه، یعنی اونجوری که میگن وحشتناک فلانه، همچین چیزی رو تجربه نکرده. حتی دوستان دیگه هم هستن که اونجا و اونا هم میگفتن که اگه خانواده باشید بهتون یه سویت در اختیارتون میذارن دیگه، مجبور نیستی با افراد غریبه و کشور ملیت مختلف هم اتاقی بشید. این خیلی گزینه خوبیه، حالا حداقل اگه زوج هستید با هم بتونید بیت خیلی عالیه. ولی از طریق روسیه این بنده خدا رفتن، نه از طریق مثلا یونان اینا. حالا اون تایم توی مرز یونان خیلی سخت نمیگرفتن، مرز ترکیه و یونان، و
مردم راحت رد میشدن میرفتن، ولی الان جدیدن دوباره مرز رو بستن، سخت دارن میگیرن. یه چند هفته پیش یه چند روزی انگار مرز رو باز کردن کلن، باز یه حجم وسیع مهاجر به سمت مرز حرکت کردن. بعد دیگه دنبال نکردم داستانش که چی شد، ولی خب اون تایم رو دیدم که یه حجم وسیع واقعا از مرز کلن خارج شدن و رفتن به سمت یونان. حالا بریم سراغ کیس دوم که اون یکی دوستم هستش. بریم اون ور خیابون، هوا انقدر گرمی که واقعا نمیشه وایسه. حالا اون یکی دوستمون چیکار کرد؟ اون یکی دوستمون با اینکه حالا من اصرار داشتم که ترکیه بمونه یه خورده شرایطشو استیبل کنه بعد بره، از راه قانونیش سعی کنه بره، ولی خب عجله داشت و باید سریعا میرسید مثلا کشور هدفش، حالا جای دوری نمیخواست بره. اول آلمان در نظر داشت، بعد یونان در نظر گرفت، بعد به سمت یونان اومد بره. رفت شهر ازمیر و از طریق یکی از اسکله‌های اطراف اون شهر از این قایق‌های بادی خریدن، فکر کنم حدوداً 2,000-3,000 دلار بود. اینو تهیه کردم و شروع کردم با اون مثلا رفتم به سمت یونان. ولی خب هماهنگ که بودن قبلا کلی پول داده بودن اینجا به قاچاق بر که اون راهش یاد داده بود، اون همه چیزش مهیا میکرد، کلی هزینه شد. چند روزم اونجا علاف شد که تایمش برسه و بهشون بالاخره گرا بدن که آقا مرز بازه، کسی نیستش، پلیس دریایی حواسش نیست، رد شد. اولش به اینا قول بودن که از این قایقای تندرو بگیرن واسه شون که با اون برن، ولی خب به وعدهشون عمل نکردن. خیلی راحت با قایق‌های بادی که حالا عکسش رو واسهتون این بغل میذارم با اون فرستادشون مثلا برن. اولین باری که سوار قایق شدن قایق سوراخ بوده و داشتن غرق می‌شدن. یه مقداری رفتن وسط آب، چند کیلومتر فاصله یفته بودن و دیدن که قایق داره هی بادش کم میشه، هی داره میاد پایین. همون وسط راه هیچ کس هم بغلشون نبوده، فقط قاچاقبر میگه این مسیر رو برو همین. یعنی کسی هم سوار اون قایق نشده که حداقل راه بلد باشه بهشون بگه چجوری برن، چیکار کنن، شنا بلد باشه یا قایق روندن بلد باشه. سپرده دست کسایی که واقعا فکر کنید مثلا رانندگی بلد نیست، ماشین سپردی به دستش میگه برون برو. همچین سبکی ماشین در اختیارشون گذاشتم و گفتن که حرکت کنید و برید. اینا میرن. حالا این دوستمون متوجه میشه که قایق داره بادش کم میشه و همون وسط راه دور میزنه، میگه که خب قایق خطرناکی داره غرق میشه، نمیرسیم به مقصد. دور میزنن برمیگردن نزدیکای ساحل، قایق کلا میره زیر آب. حالا شانس آوردن به ساحل نزدیک بوده دیگه، حالا اتفاق واسه شون نیفتاده. میان چند روز دوباره صبر میکنن و دوباره سعی میکنن از طریق همین راه برگردن برن. دوباره یه قایق دیگه تهیه میکنن و میرن نزدیکای یونان که بودن. پلیس میاد قایق اینا رو جلوشونو میگیره و همه رو بازداشت میکنه و میاره داخل خاک ترکیه و دیپورت میکنه به ایران. از راه قاچاقی واقعا من پیشنهاد به کسی نمیدم. حالا یه سری دوستان کامنت گذاشتن که آره ما مجبوریم یا کسی که داره این کار میکنه مجبوره، جونش تو خطره یا هزار تا مسئله دیگه. خب من اینا رو درک میکنم، واقعا نمیتونم قضاوت بکنم. من فقط میگم که آقا این راه خطرناکه، همه چی در نظر بگیرید اگه میخواید همچین کاری بکنید. بعضی هستن که نه این ریسکو به جون میخرم، که واقعا میدونم شرایط آلمان و کشور اروپایی نسبت به ترکیه و ایران خیلی فوق العاده عالیه، قبول دارم اینو، ولی خب به چه قیمتی دیگه. حالا اینو واقعا نمیتونم قضاوت بکنم. دیدم افرادیه که واقعا انقدر اذیت شدن که نمیشه قضاوتشون کرد. در کل این دو تا تجربه بود که من از دوستان دیدم و گفتم با شما به اشتراک بذارم که شما هم در جایم باشید. همچین اتفاقاتی میفته، این مسیر چه مسیری سخته و هزار تا داستان دیگه هم داره، ولی خب اگه بازم در نظر داشتید برید مواظب باشید، به هر کسی اعتماد نکنید. میخواید پولتون هم به اون شخص بدید، حداقل حالا به صراف امین اگه میسپارید که هیچی، اگه نه به دوستی آشنای کسی بسپارید که واقعا مطمئن باشه. مثلا یکی از دوستان اومده بود ترکیه، مثلا چند روز خونه یه بنده خدای مونده بود، اعتماد کرد کل پولشو در اختیار اون گذاشته بود، گفت که آقا من میرم
تو این پولو بزن. بعد حالا نشده بود بره، برگشته بود اونم، ولی خب همخونش پولو برداشته بود، میگفت من دادم به قاچاقبر. یه رسید فیک نشون میداد، میگفت آقا من پرداخت کردم. حالا نه دستش به جای بنده که پولشو بگیره، نه میتونه واقعا شکایتی بکنه، کاری انجام بده. این وسط خیلی راحت نزدیک 10,000 دلار پول از دست رفت. در کل مواظب باشین اتفاقات واسهتون نیفته. به هر کشوری که واقعا میخواید مهاجرت کنید، امیدوارم که خیلی راحت به اون مقصد برسید. حالا در مورد کشور آلمان من خیلی تحقیقم، یه سری ویدیوها قرار بگیرم بذارم، چون خودم میخواستم یه تایمی به عنوان توریست برم اونجا برگردم، یا حتی اگه شد توریستی برم اونجا به صورت کاری بمونم، ببینم شرایط اونجا چه جوریه، درباره اونجا ویدیو تولید بکنم. هنوز فرصتش پیش نیومده، ان شاءالله اگه فرصتش پیش میاد حتما ویدیوشو واسهتون میگیرم و میذارم. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودید. اگه تا حالا کانال رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید، لایک کامنت زنگوله یادتون نره. مرسی که هستید، بودنتون به من انگیزه میده. تا یه ویدیو دیگه، خدافظ.